بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان نهایت مهربان، سلام خدمت شما و انشاءالله خوب سعادتمند باشین و این روزها را به خیر و به خوبی سپری بکنین. و تشکری میکنیم از همه هموطنان عزیزی که همواره ما را حمایت میکنند تا ما بتوانیم بهترین گزارش ها را تقدیم و حضور شما کنیم. امروز نیست یک گزارش بسیار خوب دیدنی داریم به شما دوزاران بیننده که یکی از تجاران ملی و یکی از شرکت های خصوصی با همکاری وزارت انرژی و آب خواستند که بند امیرغازی که در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل است از رسوبات این پاک بکنند. خوشبختانه که این اقدامات تجاران ملی و همچنان هموطنان وطن دوست ما قابل قدر است که اینها در آبادی وطن و همچنان در باسازی در مهار آبها سهم میگیرند با دولت حکومت امارت اسلامی افغانستان. شما هم این گزارش را تماشا بکنین، باز هم در ادامه با ما باشید و همراهی ما نمایید. پروژه پاککاری بند امیرغازی در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل افتتاح شد. پروژه پاککاری رسوبات کاسه بند امیرغازی به صورت رضاکارانه توسط شرکت تجارتی افغان برکی با حضور محترم مولوی ولی محمد طایب رئیس حوزه فرعی دریایی کابل وسطی، ملا غلام صدیق دانش ولسوال خاک جبار، انجینران حوزه دریایی کابل و شماره از بزرگان ولسوالی خاک جبار افتتاح گردید. آقای مولوی طایب رئیس حوزه فرعی دریایی کابل وسطی در هنگام افتتاح این پروژه با اشاره به اهمیت آن، پاککاری و ترمیم این بند را در راستای تقویت آب‌های زیرزمینی و مدیریت آب یک گام مؤثر و ارزشمند خواند. ان شاء الله ولایت خپل واسب کو لخپل کور نه دغه بند را ته مهم ده چې دا بند خدای تعالی ډکی او دغه منطقه دی خاک جبار خدای تعالی پیغه کی او د سرسبزی مو اراده ده ورته ان شاء الله ولادی شهروالی سره خبره کو. همچنان انجینر جاوید احمد مدیر حفظ و مراقبت حوزه دریایی کابل در مورد این پروژه معلومات داده اظهار داشت که ما تلاش میکنیم تا همزمان با پاککاری کاسه بند فعالیت های لازم در بخش ترمیم و بازسازی آن را نیز آغاز نماییم. خوشبختانه امروز شرکتی که پایز اپشن درست قرار دارد قرارداد کردیم و نو حاضر شدن به شکل رضاکار و داوطلبی را بدون کدام هزینه و پرداخت پاککاری بکنن که بعد از پاککاری از این ما در قسمت ترمیم و مراقبت از این بند از مقام محترم وزارت خواهشمند هستیم که اونا هم مقدار تخصیص و بودجه را در نظر بگیرند که تا ما بتونیم هم ترمیماتی که در قسمت دروازه هسته در قسمت پرشوی اتومات هسته بتونیم رو ترمیم بکنیم و هم مصارفاتی که ضرورت است در نظر بگیرید. در همین حال ملا غلام صدیق دانش ولسوال خاک جبار و یک تن از بزرگان قومی این ولسوالی در مورد اهمیت بند صحبت نموده به همکاری مسئولین محلی و مردم در راستای تطبیق پروژه وعده سپردند. داده قول است خدمت د پاره امارت ګمارل دي نن موم خادمان دي سبا په دې کار کې موم خادمان دي ان شاء الله کم خن بستا اس په وړاندې باندې نه پوری دي تر کم ځای چې تاسو ته ضرورت منډه بدر سره کوي موږ په خدمت کې یو. خو تاسو نه مو دغه ارزو بیا هم ده چې هغه طرز العمل چې در کول سوی دی په همغې باندې کار شروع کړي او دا ډېر د فخر ځای چې نن دا افتتاح وشوه دا به تاسو همکاري غواړو. قابل ذکر است که بند امیرغازی در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل موقعیت داشته که پس از پاککاری ترمیم و فعالسازی دوباره آن 1.2 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده و 2000 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار خواهد گرفت که به تعداد 10000 فامیل در ساحه بودخاک از آن مستفید می شوند.
عزیزان بیننده، شما هم این گزارش را تماشا کردین. امیدوار هستم که تمام افغان های ما بالخصوص کسایی که در کشور زندگی دارند با حکومت افغانستان در قسمت پروژه های ملی و بین المللی کوشش بکنند که همکاری بکنند تا ما برویم به طرف بازسازی و آبادی، بالخصوص در قسمت برق، در قسمت سرک ها، در قسمت بند های آب که برادر عزیز ما در ولسوالی خاک جبار همین بند غازی را پاک میکنه از وجود رسوبات که تا باشد که بند غازی یک آب خوب داشته باشد تا هم وطنان ما که در این ولسوالی زندگی دارند از این بند بهتر استفاده بکنند، چون ما شما بیشتر با کمبود آب مواجه هستیم. ویدئوی بعدی و گزارش بعدی ما نیز از وزارت انرژی و آب است که مسئولین این وزارت با جمعی از کودکان یتیم رفتن به بند قرغه و همچنان اینها را سیل و سیاحت کردند، با اینها یک چند لحظه تفریح کردند تا این کودکان نازنین احساس یتیم بودن نکنند و واقعا با ما همین گزارش و این کلیپ بسیار خوب دیدنی بود. ما هم خواستیم که از طریق برنامه خود به شما نشر بکنیم. شما هم این ویدیو را تماشا بکنید، باز هم در ادامه برنامه با ما باشید و همراهی ما نمایید. لحظه ایجاد لبخند شادی بر لبهای یتیمان. محترم ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی، لحظات را با 45 تن از شاگردان دارالایتام خاتم الانبیا در تفریحگاه بند قرغه سپری کردند. سرپرست وزارت آب و انرژی هدف از فراهمسازی زمینه سفر این یتیمان به تفریحگاه کابل را ایجاد خوشی و شادی برای آنها بیان کرد. آقای منصور گرفتن دست یتیمان را یکی از مسئولیت‌های دینی و انسانی بیان نموده، تأکید کرد که هر کس باید به قدر توان خیش یتیمان و ضعفا را یاری رسانند. بدی اساس باندی آلتا الحمدلله وزدی که آلتا پل تعلیم تا ادامه ورکی نمو کشکل دوی توسو مویلی دا خلق یتیمان سوی دی دش احساس ونه کسی مکلرون نست مو دعوت تا تاش راسی قبل خواتا نو دل تراز دو مویش لیگ منظره مو که دا در همین حال مولوی عبدالباری احمد، مسئول دارالایتام خاتم الانبیا، از همکاری های سرپرست وزارت آب و انرژی اظهار قدردانی نموده، ایجاد این سفر را در راستای سیر تفریحی و علمی برای شاگردان مدرسه دارالایتام متذکره ارزشمند خواند. مګنن وزیر صاحب محترم په بلنه باندې کابل ته راوستي او د سیاحت او د تفریح په خاطر باندې ستاسو خوشاله سي. قابل ذکر است که دارالایتام خاتم الانبیا در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا در سال 1441 هجری قمری توسط محترم ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی، به هدف فراهمسازی زمینه تعلیم، تحصیل و رشد علمی برای فرزندانی که پدرانشان را در راه دین و وطن از دست دادند تأسیس شده و در حال حاضر بیش از 120 تن در آنجا آموزش ایزان بیننده، شما هم این ویدیو را تماشا کردین. امیدوار هستم که شما هم بالای یتیم ها، بالای سر از اینها دست بکشین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه کسایی که بالای یتیم دست میکشن هر قدر به همان اندازه خداوند به اینها نیکی از روی شفقت و مهربانی که دست میکشن به خداوند به اینها به همان اندازه که سر از اینها دست میکشه، زیر دست از اینها موی میه، به مو اندازه خداوند به اینها نیکی حساب میکنه. امیدوار هستیم که هر جایی که شما یتیم ها را میبینین بالای اینها را نوازش بتین، اینا را در آغوش بکنین، اینها را کمک یاری برسانین تا باشد که احساس بی پدری و بی مادری را نکنن. عزیزان برنامه، تا دیدار بعد که انشاءالله ما هم
در خدمت شما حاضر میشویم. ما را هم از دعاهایتان فراموش نکنین. تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشویم، شما را به الله پاک بی نیاز مسپاریم. الله حافظ نگهدار، شب روز خوش داشته باشین. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.